درود بر شما، سپاس که پذیرفتین با ما باشین و دلمون خیلی براتون تنگ شده. روان همه رفتگان شاد باشه، همت خوبی همراهتون کنه. سپاسگزارم، امیدوارم که شما هم تندرست و دلخوش باشید همگی. من هم به نوبه خودم سال روز درگذشت زندیات پروین دینیار استقامت رو به هر روی آرامش باد میگم، شکیبایی آرزو میکنم برای دختر، پسرها، نوه ها، همه بازماندگان. سپاس بیکران، سپاس موبت. به هر حال خیلی خوشحالیم که با ما هستید. دوستان عزیزی هم که توی لایو هستن میدونم که مشتاقن بیشتر راجع به در واقع مراسم و سفره ما بدونن. من حالا سوالی که همیشه هم برای خودم بوده هم دوستان عزیز، میخواستم ازتون بپرسم که این فلسفه سفره سال چی هستش و چرا شیر و همازور بیم. فلسفه سفره چیه و چرا شیر و شراب میذاریم؟ شربت حتما باید باشه و در واقع تمام آیتم هایی که روی سفره هست رو برای چی میذاریم؟ بله، من نخست یاد پروین رو به این شیوه گرامی بدارم که ایشون همیشه چند پله بالاتر از همه همسنهای خودش بود. یعنی بانویی بود روشنندیش و خیلی پایبند به سنت ها بود، منتها به شیوهی خیلی درست و به فکر آیندگان بود و یادش گرامی، میخواست که فرهنگ راستین اشو زرتشت و سنت ها گسترش پیدا بکنه و این جایش واقعا خالی بود و خالی هست. بله، واقعا روانشون شاد، همیشه دوست داشتن که مراسم ها برگزار بشه به شیوه خودشون و همیشه تو ذهن جوانترها هم بمونه. بله، الانم که من سفره رو میدیدم که دیدم واقعا شماها همه بازماندگان، فرزندانشون، عروسها، مامان و بابا و همه واقعا یه سفره بسیار شایسته‌ای برای روان درگذشته اونجا پهن کرده بودید. اصولا پهن کردن سفره پس از درگذشتن یعنی این که ما یک جایی رو آماده بکنیم برای که بازماندگان پس از درگذشت بیان و نگاه بکنند بازماندگان را، حال و روزشون رو، خیرات و داد و دهششون رو که چه کار میکنند. بله، ما در فرهنگمون جالبه که واژه مرگ رو نداریم، نمیگیم فلانی مرد، چون به هر روی ما نیستی رو باور نداریم. بله. شعری که میگوید که این که گویند فنا هست غلط میگویند، و تا خدا هست در این معرکه ما هم هستیم. خدایی که ما بهش باور داریم اهورامزدا، یعنی هنجار راستی، یعنی دانشی که بر این هستی حکمران هست، از آغاز آفرینش به وجود اومد تا امروز هم ادامه داره. حالا معلوم نیست تا چند روز یا چند میلیارد سال دیگه هم به همین شکل ما رو کره زمین باشیم. بله. اینه که هستی تا وقتی که کره زمین هست ما هم هستیم، بنا نیست از بین بریم. بنابراین ما خیلی زیبا یک کسی که از بینمون رفت میگیم درگذشت. واژه درگذشت به جای مردن بسیار نیکوست. ما یعنی از یک مرحله به مرحله دیگه راه سپار شد. درست این که یکی دبستان رو پشت سر میگذاره، بعد از اینکه دبستان میره دوره بعدی دبیرستان، ما نمیگیم که مرد، میگیم درگذشت. یعنی از دبستان رفت، اونجا رفت، دانشگاه رفت، مراتب دیگه ای رو پشت سر گذاشت. به هر حال این درگذشت جالب اینه که در گذشته ها روز درگذشت یک کسی رو آغاز زندگی مینوی برای روانش میدونستن و هر سال گرامی میداشتن، مثل امروز که ما داریم گرامی میداریم زایش روان زنده یاد پروین دینیار. یعنی سال به سال ما جشن تولدی که اون زمان میگرفتیم برای زاده شدن جسم،
اکنون برای روان گرامی می‌داریم که این روان از بین ما رفته. و این یک مسئله بسیار جالب و زیبایی است. و اینکه سفره می‌اندازیم، درست ما توی همه آیین‌هامون نمادین عمل می‌کنیم. شما برای صدر پوشی ما سفره داریم، برای گواهگیری سفره داریم، گهنبار سفره داریم و درگذشتگان هم داریم. این سفره ها درست همانند اینه که اگر بازی بچه ها را نگاه بکنیم، توی خونه چند نفری که با هم هستند با چند بالش و تشک و کارتون یک چیزی برای خودشون یک سرپناه کوچیکی درست میکنن و میرن داخل اون، اسمشو میزنن این خونه ما، خونه که در حد سقفش پایین باشه برای خودشون بتونن تجسم اون خونه رو داشته باشن. این میرن داخلش و اسباب بازیاشون رو میبرن و شروع میکنن به بازی کردن. همین کار رو ما با سفره هامون در آیین ها انجام میدیم. یعنی این بخش زمین رو، چون سفره نماد پنتارمیتیس، نماد زمین هست، و این سفره رو ما پهن میکنیم یه جایی و اونجا رو سعی میکنیم تمیزتر باشه. ما تو خونه هامون، تو روستاها، خونه ها چهار پسکمی بود، یک پسکمش، یک سفره و تالارش روبروی نور خورشید بود. یعنی هنگامی که نور خورشید میتابید، مهر میومد داخل این پسکم و تلاش میکردیم داخل اون پسکم همیشه تمیز باشه و افراد ناپاک هم اونجا نمیرفتن. عکس های درگذشتگان رو ما میگذاشتیم اونجا و سفره ها رو ما اونجا پهن میکردیم. یعنی این فضای کوچیک، این زمین کوچیکی که ما آلوده نکردیم و خیلی با بوی کندر و عود و بقیه به نیکی آلایش کردیم اونجا رو، اون رو می اومدیم اختصاص میدادیم به درگذشتگان یا آیین‌هایی که می‌خواستیم. حالا روی این سفره که هست ما نمادهایی میگذاریم که هر کدوم بیان کننده یک فلسفه است، پشوانش فلسفه است. ما چون نخست با اندیشه سر و کار داریم، بعد با گفتار و بعد با کردار، با اندیشه خودمون بیشتر اون کلامی رو که به هنگام خودش نمیتونستیم هم همه بکنیم و به همدیگر بگیم، با اون پیام میگفتیم. یعنی خب در گذشت یک کسی، خب همه ناراحت هستن، همه دلشون گرفته است از اینکه یک خوبی از بینشون رفت. اینه که همه حضور که اگر پیدا بکنیم، سر و صدایی باشه، بلندگویی بذاریم و فلان بکنیم، همه افسرده ناراحت بیشتر بشن. کافیست که ما با علامتها و نمادهای پیام خودمون رو بدیم. شما در نظر بگیرید وقتی که ما میریم سراغ یک درگذشته و خدا بیامرز میخوایم بریم، یک شاخه مرد رو میبریم به خونش. این خودش پیامی داره. این میگه که شما در واقع هر چند یکی از بینتون رفت، ولی این شاخه مرد رو نگاه کنید، زندگی است. شاخه سبزه. این درخت هیچ وقت زمستون رو پشت سر میذاره ولی برگه هاش خزان نداره. شما اینجوری باشید، زندگی ادامه داره. یا همون شمع لنگری که روز 13ام، روز 30ام در گذشته، 30 روزه میبرن به خونه در گذشته، باز پیامی درش هست. ساز و سرنایی برمیدارن و میرن به خونه در گذشته، میگن یک ماه گذشت، از این به بعد اگر آیین شادمانی دارید، عروسی دارید، صدر پوشی دارید، تولدی دارید، انجام بدید، ما داریم با ساز و سرنا میاییم. و 30 روز گذشت، ما 30 عدد چراغ روشن رو به یاد این 30 روز میاریم براتون و به یاد 30 سال آینده که شما هر سال میخواید بر سر سفره بگذارید. این نوادها همه داستانی هست. دیگه نیازی نیست هر کسی به بازماندگان یا بازماندگان به دیگری حرف بزنه. نوادهاست. این نوادها حرفه. بنابراین سفره ای هم که گسترده میشه برای درگذشته، یک سری نماد امشاسپندان هست بر اون که من یادآوری میکنم، و یک سری درون و میزد هست که از سرمایه بازمانده، از سرمایه درگذشته، بازماندگان تصمیم میگیرن که این رو ببخشند به همسایه ها، آشنایان، دوستان. بله. از اون امشاسپندان که ما 6 عدد داریم و در رأسش اهورامزدا هست، ما بر سر سفرمون هر یک نمادی داریم. من از آغاز شروع میکنم. وهمن که وهومنه هست،
یعنی نیک اندیشی، یعنی ما اندیشه خود رو نیک بدیم. حتی وهمن اندیش وهمن همشازپن اینقدر